عزیز، همکنون اتومبیل حامل حضرت آیت الله خمینی از در مخصوص آقاطوی خیابان آیزنهاور و خیابان اسلامی خدمتهای وسیعی از تهران پس از صدای انقلاب اسلامی دولتی را معرفی میکنیم موقتا دولتی تشکیل بدهد که هم به این آشفتگی ها خاتمه بدهد. مهشکن. دیشب ساعت 11 خبرگزاری یونایتد پرس، فرانس پرس و بسیاری خبرگزاری‌های جهانی اعلام کردند که شاه ایران را ترک کرده است. از همان دیشب جنب و جوش زیادی در منزل آیت الله خمینی در حومه پاریس مشاهده می‌شد. صبح امروز تعداد زیادی خبرنگار از سراسر عالم به اینجا آمده و در صدد کسب خبر هستند. ساواکم گور به گور شد، بی پدر بی مادر، ساواک پرورشگاهی، دلی و گوگوش و هایده رفتن گدایی. من شما انجازه بردی آقا، بیا جلو، هنر آقا، هنر هنر هنر. کلیه گروه‌های مختلف مذهبی و سیاسی و نظامی در این پیاده‌روی شرکت می‌جویند تا با تظاهرات بزرگ خود رهبر را به کشور بخوانند و از رهنمودهایش از نزدیک بهره‌مند شوند. تیر با آمبولانس ما زدن، یکیش از زیر پای خود من رد شد که ایشالام ولیعتش بمیره. ما جوونا رو داشتیم جمع میکردیم، جوونای 20 سال 22 سال 23 سال همه شهید، همه تو مغزاشون زدن. به امیدوارم به روح رسول الله، به روح خدا، به روح تمام شهدا خدا را قسم میدم الهی شاه ولیعتت بمیره. الهی بچه‌هاش بیاد ایران شکنجه بدن تا ببینه چجور شکنجه کشیدیم ما. برای چی؟ برای تمام بستگان ما، همه برادران ما شهید شدن. چرا؟ اگه بچه‌هاش گیر بیارم تیکه تیکه بکن. ولی امیدوارم باطن امام زمان شاه نمیره، ولی بدنش کرم بذاره ما همه توف به بدنش بیاندازیم. همه ما که اینجا جمع شدیم میخوایم نشون بدیم که چقدر از این سیستم فاسد، مخصوصا سیستم سلطنتی، همین مشروطه سلطنتی که حالا دارن عنوان میکنن به عنوان قانون اساسی دارن تحویل ما میدن، واقعا منزجر و بیزاریم در درجه اول. و بعد هم که مسلمه که کشتاری که دیروز به دستور آقای شاپور بختیار به قول خودش حکومت ملی و سوسیال دموکرات داره انجام میده، تنفر خودمون رو نسبت به اون ثابت بکنیم و بعد فرزندای خودمون رو، برادران خودمون و پسران خودمون رو از مرگ حتمی که ممکن در اثر کمبود خون بهشون دست بده نجات بدیم. ملت در انتظار رهبر خود لحظه شماری میکند. هر کس با هر وسیله‌ای با تمام توان و کوش خود مقبر امامش را میروبد و میشوید. برای نخستین بار شهر از پاکیزگی میدرخشد.
آنچه از آتش سوزی ها در دوران انقلاب بر پهنه خیابان ها مانده از صحنه خارج می گردد. شهر یک دست و درخشان است. از شوق دیدار امام زمان به کندی می گذرد و این ملت غیور که معبر امامش را با مژگان می روبد و با اشک می شوید، صبح فردا عظیمترین استقبال تاریخ را به عمل خواهد آورد. دیو چو بیرون رود فرشته در آید. امام به وطن باز می گردد. میلیون ها ایرانی از سراسر کشور در مسیر حرکت وی جمع آمده تا ورودش را تهنیت گویند. امروز به مناسبت واقعه تاریخی و حساسی که در کشور ما روی می‌دهد، تصمیم گرفته‌ایم که مراسم بازگشت حضرت آیت الله العظمی خمینی، رهبر بزرگ جنبش ملی ایران را مستقیماً از شبکه سراسری رادیو تلویزیون برای شما ایرانیان مبارز و قهرمان پخش کنیم. امروز رهبر عالی قدر شیعیان جهان پس از سالها دوری و مبارزه به وطن باز می گردن. تماشاگران ارجمند و شنوندگان عزیز، همکنون اتومبیل حامل حضرت آیت الله خمینی از در مخصوص منتهی به سالن گمرک فرودگاه خارج شدند. من نگاه میکنم به پشت سر ماشین حامل حضرت آیت الله خمینی و جمعیت رو میبینم که دوان دوان به حرکت خودشون دارن ادامه میدن. اگر واقعا بتونیم بگیم که یک انقلاب با یک ابعاد وسیع در سطح جهان اتفاق افتاده، انقلاب ماست، چون تمام نقش‌ها و تمام کارها فقط به فقط در دست خود مردم. تماشاگران ارجمند، در این لحظه در تقاطع خیابان آیزنهاور و خیابان شادمان به حدی است که مسیر حرکت رو تنگ‌تر کرده جمعیت استقبال کننده در حاشیه خیابان ها. And so the Ayatollah Khomeini has come home after 15 years in exile. While his overwhelming popularity cannot be questioned, his first statements here in Iran have caused doubts about how wisely Khomeini will use his extraordinary popularity and power. John Palmer, NBC News, Tehran. خود اون آدم، دولت اون آدم، مجلس اون آدم، تمام اینها غیر قانونی است و اگر ادامه به این بدن اینها مجرمند و باید محاکمه بشن و ما اونها را محاکمه میکنیم. من دولت تعیین میکنم، من تو دهن این دولت میزنم، من دولت تعیین میکنم، من به پشتیبانی این ملت دولت تعیین میکنم، من به واسطه اینکه ملت مرا قبول دارد. Oh!
مهندس مهدی بازرگان پیشنهاد شورای انقلاب برای پست نخست وزیری است و امام این پیشنهاد را میپذیرد. بازرگان دبیرکل نهضت آزادی از مبارزان دانشگاهی نهضت ملی است که گرایشات مذهبی نیز دارد. چون ما مجلس را قانون غیر قانونی میدانیم و دولت را هم غیر قانونی میدانیم و اوضاع کشور را آشفته میبینیم، برای اینکه خاتمه بدیم به وضع کشور، ما به واسطه اتکای به این آراء عمومی که شما الان میبینید و دیدید تا کنون که آراء عمومی با ماست و ما را به عنوان وکالت بفرمایید یا به عنوان رهبری همه قبول دارند، از این جهت ما یک دولتی را معرفی میکنیم، رئیس دولتی را معرفی میکنیم موقتاً دولتی تشکیل بدهد که هم به این آشفتگی ها خاتمه بدهد و هم یک مسئله مهمی که مجلس مؤسسان است، انتخابات مجلس مؤسسان را تشکیل درست کند و مقدمات او را درست کند و مجلس مؤسسان تأسیس بشد و همینطور مجلس انتخابات هم درست بشد و اونها دولت دائمی را انتخاب بکنند و مجلس مؤسسان که بهش القا میشد که جمهوری اسلامی را در رفراندوم بگذارد، در رفراندوم بگذارد جمهوری اسلامی را، با اینکه من اعتقادم این است که دیگه احتیاج به رفراندوم نیست و مردم مکرر به جمهوری اسلامی رأی دادند، لکن برای اینکه بهانه ها تمام بشد و شمارش آرا بشد و ما آزادانه باید یک همشکاری بکنیم تا مردم بدانند، تا همه عالم بدانند که رأی آزاد که مردم میدن به کی میدن و به چه رژیمی میدن. استانس فیل ترنر، رئیس سازمان جاسوسی آمریکا سیا، روز گذشته در مصاحبه ای گفت این سازمان در پیشبینی بحران سیاسی ایران به طور جدی ناکام بوده است و سازمان‌های جاسوسی سایر کشورها نیز در این زمینه بهتر از سیا نبودند و حتی روزنامه‌نگاران و صاحب نظران سیاسی هم این امر را پیشبینی نکرده بودند که شاه مجبور به ترک ایران گردد. با حضور شاپور بختیار در مجلس شورای ملی در بهارستان، نمایندگان آن مجلس تصویب لایحه انحلال ساواک را در دستور کار خود قرار دادند. همچنین مسبب شد وزرای دولت از سال 1341 تا کنون محاکمه شوند. دکتر جواد سعید بازگشت امام خمینی به وطن را نیز تبریک می‌گوید. امروز صبح گروه زیادی از همافران و پرسنل نیروی هوایی با لباس نظامی و با شعار ما همه سرباز توئیم خمینی، گوش به فرمان توئیم خمینی، به حضور امام می روند و سلام نظامی می دهند. کیهان عکس این دیدار را منتشر می کند، اما عوامل رژیم و بختیار عکس را ساختگی و جعلی می خوانند. 20 بهمن گارد شاهنشاهی به پادگان نیروی هوایی یورش می‌برد. با این شبیخون همافران به مقاومت پرداخته از نیمه شب تا صبح سفیر گلولشان تنین انداز می‌گردند. گروهی کشته و زخمی شده و ملت سراسیمه به خیابان‌ها می‌ریزند. گروهی از سلطنت طلبان و هواداران بختیار با شعار طرفداری از قانون اساسی در ورزشگاه امجدیه تجمع می کنند.
قسمت‌های وسیعی از تهران پس از ساعت‌ها جنگ و گریز به تصرف نیروهای مسلح مردم و نیروی هوایی که به مردم پیوسته است درآمد. شدیدترین برخوردها بین واحدهای مخصوص گارد شب گذشته هنگام تصرف کلانتری‌ها و مواضع مهم شهر که تاکنون در اختیار فرمانداری نظامی و شهربانی بوده است صورت گرفت. دولت بختیار زمان حکومت نظامی را افزایش می‌دهد. امام خمینی حکومت نظامی را غیر قانونی اعلام می کند. در تهران و شهرستانها درگیری های شدید و خونینی بین سربازان گارد و مردم رخ می دهد. در نهایت ارتش با پیشبینی شکست و انهدام اعلام بیطرفی می کند. ده روز بعد از ورود امام به ایران، رژیم 2500 ساله شاهنشاهی از هم فرو می باشد. بسم الله الرحمن الرحیم. این صدای انقلاب اسلامی ایران است. این صدای انقلاب اسلامی ایران است. این صدای انقلاب اسلامی ایران است. ملت غیور و شرافتمند و مسلمان ایران، شکر خدای را که بر ما منت نهاد و رژیم جنایتکار شاهنشاهی را در هم فرو ریخت. از این ساعت به بعد اختصاص دارد به پخش اعلامیه‌ها و پیام‌های انقلاب. در ابتدا توجه شما را به پیامی از حضرت آیت الله العظما امام خمینی جلب می‌کنیم. بسمه تعالی به تاریخ 13 ربیع‌الاول 99. ملت شجاع ایران، خواهران برادران آگاه تهران، اکنون که به خواست خداوند متعال پیروزی نزدیک است و نیروی ارتش عقب نشینی کرده و عدم دخالت خودشان را در امور سیاسی ابراز و پشتیبانی خودشان را از ملت اعلام کرده اند، ملت عزیز و شجاع با کمال مراقبت از اوضاع و در عین حفظ آمادگی برای دفاع احتمالی در صورتی که نیروی ارتش به پادگان‌های خود رفتند، آرامش و نظم را حفظ نمایند. اگر اخلالگران بخواهند با آتش سوزی و خرابکاری فاجعه به بار آورند، آنان را به وظیفه شرعی و انسانیشان آگاه گردانند و نگذارند این قبیل کارها موجب هفک حرمت ملت شود و به سفارتخانه ها حمله نکنند و اگر خدای نخواسته ارتش باز به میدان آمد، واجب است آنان را با شدیدترین وجه دفع کرده و با تمام نیرو و قدرت از خود دفاع نمایند. این جانب به امرای ارتش اعلام می کنم که در صورت جلوگیری از تجاوز ارتش و پیوستن آنان به ملت و دولت قانونی ملی اسلامی، ما آنان را از ملت و ملت را از آنان می دانیم و مانند برادران با آنان رفتار می نماییم. از خداوند متعال پیروزی مردم دلاور ایران را خواست دارم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. روح الله الموسوی الخمینی. میهنان عزیز، این بار با کاخ ملکه مادر آشنا میشید و حالا خودتون میتونید مقایسه کنید با مادرانی که در این چند ماه اخیر و سالیان اخیر پسر خودشون رو در راه این وطن فدایی کردن، قربانی دادن، و مادرانی که با چه خون دل بچه های خودشون رو با وضع بسیار اسفباری بزرگ کردن و براشون زحمت کشیدن. وقتی که از در ورودی وارد کاخ میشیم، سالن بسیار بزرگی است. اینجا فرش‌های بسیار گران قیمتی داره و وسایل عتیقه بسیار زیاد، تابلوهای نفیس،
دیوارهای این کاخ همه از پارچه های بسیار گرون قیمت و مخصوصی که همه از خارج اومده. در 10 ماه سال جاری 54 مهمانی در این کاخ برگزار شده. سالن سینماش گنجایش نزدیک به 50 نفر رو داره که با مبل‌های بسیار گرون قیمت که من تا موقعی که توی این کاخ اومدم در هیچ کجایی ندیده بله. با مراجعه که به آپارات خونه سینمای اختصاصی این خانم 90 ساله شد، مقدار متنابهی فیلم‌های سکسی 16 میلیمتری به دست اومد که الان در انباری که مخصوص اینجور فیلم ها و عکس ها اختصاص دادیم موجوده. Yeah.